سلام دوستان، وقتتون بخیر. من اومدم با یه آموزش دیگه، یه سوتین خیلی جذاب و خیلی زیبا که با هم دیگه شروع میکنیم تکه های مختلف این سوتین رو بهتون آموزش میدم که چطوری بکشید. مربعی رسم کنید به ابعاد، یعنی در حقیقت مستطیلی، به ابعاد دو آکاردمانه به علاوه 1 سانت و دو آکاردمانه به علاوه 4 سانت. آکاردمان چیه؟ آکاردمان همون سایز سوتین تقسیم بر 10 هست. به عنوان مثال اگر شما سوتینتون سایز 80 هستش، تقسیم بر 10 میشه 8 سانتی متر. به جای عدد آکاردمان 8 بذارید. حالا که میگم دو آکاردمانه به علاوه 1 میشه 2 8 تا 16 تا به علاوه 1 سانت 17 سانت. پس مستطیل رسم کنید به ابعاد دو آکاردمان به علاوه 4 در دو آکاردمان به علاوه 1. تو قسمت بالا از این گوشه حدوداً 3 سانت برای سایز 80-85 وارد بشید. سایزهای کمتر از 80 رو، اینو مثلا 2.5 یا نهایتاً 2 بگیرید و سایزهای بیشتر از 80 رو تا 90 و 100 رو، اینها رو مثلا 3.5 و 4 بگیرید. اعداد همه به همین ترتیب هستش. 0.5 سانت مثلا نهایتا تا 1 سانت کم و زیادش میکنید. 3 سانت از این گوشه میام داخل و یه نقطه علامت میزنم. از این بالا هم به اندازه آکاردمان منهای 1 میام پایین و علامت میزنم. بعد از این به اندازه تقریبا، بچه ها، آکاردمان منهای 1 این طرف هم بیاین پایین و علامت بزنید. خب حالا حدودا 2 سانت این سمت رو جدا بکنید و حدودا 3 سانت هم این سمت رو جدا بکنید و بعد اینو بیا به شکل هلال به اینجا وصلش کن. اینم به شکل صاف که یقه لباست هست به این قسمت وصلش کن. این دوتا خط رو میخوام به همدیگه وصل کنم. وسطش رو به دست بیار و تا پایین ادامه بده. در حقیقت همین ضلع پایین هستش که وسطش به دست اومده. از این پایین به اندازه آکاردمان به علاوه 1.5 سانت برو بالا و اینجا رو به شکل یک هلال وصل کن. یعنی شاید آکاردمان به علاوه 1.5 یه ذره بره بالاتر. خب حالا میخوام دوتا کاپای پایین سوتین رو رسم کنم. 4 سانت حدودا از اینجا بیا پایین، 1 سانتی متر بیا به سمت داخل، یه نقطه علامت بزن و به شکل یک هلال پر، کاملا پر، اینو وصلش کن به اینجا. از این پایین که مستقیم اومده بودی و تقسیم کرده بودی کادرت رو به 2 قسمت، 1.5 سانتی به سمت چپ یه خط صاف بکش و اینم با یک هلال ملایم وصلش کن به این یکی که اینجا جدا کرده بودی. 3 سانتی متر به سمت راست و بعد از اون از این وسط سوتین دوباره یه هلال نرم بکش به این 3 سانت و بعدم وصلش کن به 3 سانتی متر از این بالا بیا پایین. اینجا رو با یک هلال گرد پر وصل کن و بعد هم اینجا رو به شکل یک هلال خیلی نرم داشته باش. پس 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت برای خودت نامگذاری کن. اینجا نوک سینه هست، اینجا یقه هست، اینجا زیر بغل، اینجا خط سی اف یا جلوی کاپت هست، جلوی کاپ و خط سی اف هستش، این ساسون زیر سینه هستش و این طرف هم سمت زیر بغل میریم، اینم هلال پایین کاپ هستش. میریم سراغ دو تا تکه بعدی. دو تا تکه بعدی سوتین میشه تکه نگهدارنده و دستک. یه خط مستقیم رسم کن به اندازه 1/2 دور زیر سینه به علاوه 4 سانتی متر. 1/2 دور زیر سینه به علاوه 4 سانتی متر. از ابتدای این خط که جلوی سینه هستش به اندازه آکاردمان به علاوه 1 سانت برو بالا، یه 1 سانت اینجا جدا کن، به اندازه 1.5 سانت بیا به سمت داخل و بنزه 2 سانت برو بالا. یه نقطه اینجا به دست میاد، با یه خط کج اینو وصلش کن. از بعد این 1.5 سانت به اندازه یه دونه آکاردمان برو جلو، 1.5 سانت برو بالا علامت بزن، دوباره به اندازه یه آکاردمان دیگه برو جلو، به اندازه آکاردمان به علاوه 2 تا برو بالا و علامت بزن. حالا این نقاط رو به شکل هلال که تشکیل دهنده هلال کاسه هست به هم دیگه متصل کن. 0.5 سانت تقریبا از این قسمت برو بالا و اینجا رو هم یک حالت بده. این پایین سوتینت رو هم حالت بده. این بیاد بعد یکم بره بالا، باز دوباره همین حالت تکرار میشه. یه 4 سانت بیا داخل و بعد آکاردمان منهای 1 برو بالا و این حالت رو درست کن. 3 سانتی متر این وسط به عنوان ساسون میخواد حذف بشه، این تیکه حذف میشه، جدا کن. از این گوشه وصلش کن به اینجا و بعد بیا تا وسط پشت، 1 سانتی متر بیا داخل،
دستکت رو شکل بده. پایین دستکم برای یه حالت گرد داشته باشه، از بعد این 4 سانتی متر به اندازه آکاردمان منهای دو تا بیا داخل، یه 1 سانت حدودا برو بالا و شکل دستکت رو یک شکل زیبا طراحی کن. دو تا بند داره بچه‌ها این سوتیان، بنداش رو می‌خوایم از جنس خود پارچه سوتیان بدیم. بند پشتش 4.5 سانت پایینش هستش، 2 سانت بالاش هستش، از هر دو طرف داره ازش کم میشه. یه مستطیل شکل داریم تقریبا به ابعاد به طول 24-25 سانتی متر. دوباره یه بند دیگه داریم که اینجا 6 سانتی متر باشه این پایین به شکل اوریب، و بالاش هم دوباره همون 2 سانت باشه که یه مقداری اوریبش کردید، با دارم اوریب، پایین رو هم اوریب، و این طرف 16 و این طرفش هم 19 سانتی متر. خب این میشه بند جلو، اینم بند قسمت پشت، و این دستک تا اینجا میتونه یه تیکه باشه، از اینجا بعد هم یه تیکه باشه. تمام تکه ها رو بندازید روی پارچه و با جادوخت 1 سانتی متر دور تا دور هر تکه برش کار رو انجام بدید. من پارچه رو از جنس لی انتخاب کردم، تکه های الگو رو روی پارچه قرار میدم و برش میزنم. خب این بچه ها من تکه ها رو الگوها رو قرار دادم روی پارچه لی و دور تا دور تمام تکه ها 1 سانتی متر جادوخت گذاشتم و برش دادم. تمام این تکه ها رو شما هم برش بدید و به اندازه داخل کاپتون میتونید این سه تیکه آستری هم برش بدید، بقیه تکه نیاز به آستر هم نداره. کش یک طرف دالبر لازم دارید، نخ رنگ نارنجی یا یه رنگی که روی پارچه لی بدوزیم و شبیه طرح الگومون بشه، طرح مدل اینترنتمون بشه، و دیگه همین با قزن. قزن هم لازم دارید یا دکمه که از پشت سوتیانتون دکمه یا قزن بدید. این وسیله ها رو آماده کنید تا تو جلسه بعدی انشالله شروع کنیم به دوخت و دوز این مدل سوتیان خیلی زیبا. همتون رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ میسپارم. لطفاً اگر که به حوزه لباس زیر علاقه من هستید، پیج ما رو فالو داشته باشید، کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید و ما رو دنبال کنید. دوستتون دارم و تا جلسه آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.